سلام بر دوستان گل و عزیزم، من دایری هستم و دیگه همتون به عنوان رایمون پلیر منو میشناسید. امیدوارم که به عنوان گیمر گیم های دیگه هم منو بشناسید، ولی خب فعلا رایمون سیکس هستیم و دیگه هر چه در توان باشه براتون میذارم و سعی میکنم هر چی بتونم کانتنت از این گیم بکشم بیرون. جدیدن یه چیزی مود شده به نام تیر لیست که ملت میان و باز نظرات خودشون و دلایل خودشون رنگ بندی میکنم اپراتور رایمون سیکس رو. خب منم تصمیم گرفتم که این کارو انجام بدم، درخواستم زیاد بود و حالا بریم ببینیم که چی میشه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو و اینا رو مرتب کنیم، یادتون نره که چنل رو سابسکرایب بکنید، لایک کنید، کامنت بذارید، منو دوستتون معرفی بکنید. چنل دوم منم که بازیای داستانی براتون میذارم و نقد و این داستانا رو میتونید دنبال کنید، دایلی تی وی عشق منید. بریم برای ویدیو. خب وقت چیه؟ وقت اینه که یکی بهتون بگم که داستان ها چه قراره. من 5 تا دستبندی کردم. یه دونه فیلم سوپره که واقعا نیاز به نرف دارن و اصلا هر کی برمیداره واقعا میتونه از ابیلیتیش استفاده کنه. به بخش دوم مفید برای هر ران، یعنی هر کسی این اپراتور رو بیاره برای کلن همه جوره مفیده، میتونه هر کاری که دوستاش انجام بده تو بازی باشه. مفید برای کار تیمی، ممکنه که یه اپراتور بیارید که برای تیم به درد بخوره اون ران، برای هر ران نه، ولی خب این اپراتور ممکنه برای کار تیمی خیلی خوب باشه. نیاز به همکاری تیمی، یعنی این اپراتور رو شما میارید نیازه که هم تیمیتون کمکتون کنن، یه ذره هولتون بدن، به جد به تنهایی خیلی سخته باش کار کردن. و اپراتور و بخش خیلی معمولی داریم که خیلی معمولی هن دیگه، یعنی نیاز داره که واقعا یه تیم رینبو یه نگاهی بهشون بندازه، ریورکی بکنه، چون با این وضعیت در سال نهم با این تغییراتی که داده شده به نظر من زیاد جالب نیست بازی کردن باهاشون. بازم میگم همه اپراتور رینبو سیکس خوبن. بریم که اپراتورهای اتکر رو دستبندی کنیم. خب شروع میکنیم با استج. استج اپراتوری که بنده خدا گرنید ازش گرفتن، SMG رو ازش گرفتن، رسما طرف رو لخت کردن. خب یعنی هیچی نداریم بعد به وجود چکشش، یعنی اگه اون چکش هم نباشه به درد نمیخوره. من یعنی اینکه ببین بخواد ورتیکالی انجام بشه یا اینکه مثلا کسل داشته باشه بخواد کسلا باز بشه یا گجتی داشته باشن که بیرون از سایت باشه و شما بتونید راحت با همه رو استج نابودش کنید، غیر از این داستانه باشه واقعا استج به درد نخوره. توی خیلی معمولی قرار نمیگیره چون واقعا اپراتور خوبیه. نیاز به همکاری تیمی، مفید برای کار تیمی. من میذارم مفید برای کار تیمی چون مفید برای هر ران نمیتونه نیست، چون ممکنه سری جواب برن که واقعا نتونید کار خاصی که میخواد و انجام بدید و مفید برای کار تیمی میذارم. اپراتور بعدی تچره. تچر خب واقعا سوپره، اکثر جواب بند میشه، بند ریتش بالا. خب و به نظر من مفید برای هر ران میشه چون هم گجت رو دیزیبل میکنه و اگه نیاز به باز کردن دیوار باشه دیوارا رو باز میکنه، اگر نیاز به ترکوندن گجت ها باشه، اگر نیاز به ترکوندن کاید روی هچ ها باشه، کلا همه جا به کار میاد. پس تچر رو میذاریم روی مفید برای هر ران چون اکثرا میتونم پلی بدم، مشکل نداره. ترمایت خیلی اپراتور مهمیه. ترمایت نیاز به همکاری تیمی داره. چرا؟ چون اگر شما بخواید یه دیوار رو باز کنید و اگر بخواد طرف بندی تریک کنه، خب میخواد چیکار کنید؟ وقتی یکی تچری نباشه تچر بندازه، یا یکی نباشه که ایم پی گرینید بندازه، یا یه مبریکی نباشه که کمکتون کنه، یکی نباشه که برقا رو از بین ببره، شما به تنهایی میتونید چیکار کنید؟ پس نیاز به همکاری تیمی داره، نیاز به همکاری هم تیمتون داره، چون شما به تنهایی نمیتونید برید برق رو نابود کنید بعد بیان دیوار باز کنید. پس در ما توی رده 4 قرار میگیره. میریم سراغ اش. بعد از تغییراتی که به اش دادن و ایکایی که به اش دادن، من رسما داداشم اش رو میذارم روی فیلم سوپر چون سرعتش بالای یه دونه گجت هم عد کردن به نام چی؟ ورتیکال. و این گجت سرعت اپراتور بیشتر میمونه، اینو اگه بندازی روی اش اصلا یا حضرت عباس مادر بگیرید، بدون اینکه بخوام تعامل کنم اشو میندازم تو فیلم سوپر. مانتی
برای خودم ببین من این چیز کلیه خب، یعنی همه جا من میتونم اینو براتون یعنی توضیح بدم، برای همه هستش این داستان. مانتیو دوست دارم بذارم فیلم سوپر، یعنی دوستم بذارم مفید برای هر راند، ولی از اونجایی که بنده خودم دیده چجوری مانتی پلی میدم دیگه، بعد از اینکه باف شده اصلا یا حضرت عباس مادر بگرید، میذارم این فیلم سوپر چون نظر خودمه. یعنی اگر ویور من باشید میبینید، اگر چی میگن، اگر کارهای منو دنبال کنید و اگر یه مانتی پلیر باشید، یه مانتی پلیر خوب باشید، میفهمید که بعد از اتفاقاتی که روش انجام دادن واقعا مانتی فیلم سوپره و میذارمش رو فیلم سوپر و مطمئن باشید دوباره نرفش بکنم. تویچ اپراتوریه که میتونه گجت رو نابود کنه، اینفو داره برای هم تیمیاش، درونش خیلی عالیه و به شرطی که نتر کننش، یعنی مفید برای کار تیمی میشه گفتش. من تویچو برای مفید برای کار تیمی قرار میدم، چون مفید برای هر راند هم نیده، چون اگه یه میوت بخواه بذارن یا مثلا اگر بخواه اپراتورهایی بذارن که گجیت ها رو بگیره هر راند، شاید خوب نباشه، شاید یه ابجکتیوی باشه که شما نیاز باشه از وسط دشمن درونتون رو ببرید داخل که گجیت های دشمن رو نابود کنید و ممکنه که اون ابجکتیو خوب نباشه. در نتیجه تویچ رو میذارم مفید برای کار تیمی. این سراغ فیوز، این فیوز بنده خدا خوبه، یعنی حتما باید یک جایی باشه که شما گجیتتون رو بکارید که این گرنیده به ترتیب پرد بشه داخل، و جایی هم باید باشه که بتونی، گناه داره واقعا، خیلی گناه داره فیوز، خیلی هم روش کار شده و یه سری تغییرات انجام شده، ولی هنوزم به نظر من جالب نیست. یعنی اگر اونا ساید پایین نباشن، یه ساید بالا باشن، پنجره کسر نباشه، خیلی سخته. یعنی یه نفر یه اتصال خوب داشته باشه قبل از اینکه بخواد لانچ کنه کلاسترشو، درجا فیوز رو از پشت پنجره کشتن. دوست دارم بزنم، نیاز به همکاری تیمی، ولی فیوز به نظر من توی خیلی معمولی قرار میگیره، چون واقعا گناه داره. حیفه، حیف. خب نه خیلی معمولی هم نه، اینو توی نیاز به همکاری تیمی قرار میدم، چون هم تیمی هم یه جورایی میتونن کمک کنن. آره نیاز گناه داره واقعا، یعنی کسی که تو این لیست قرار بگیره ببینید دیگه چه اضافتیه. خب بعدی گلز، اگه توی استریمای من باشید میبینید که گلز رو برداشتم و دارم خون میارم از ملت، و به نظر من فیلم سوپر نیست گلز، چون یه سری جا واقعا پوش دادن، نمیتونی اسپک بندازی، نمیتونی از ابیلیتیش درست استفاده کنی، چون یه سری مپا جاشون خوب نیست، ولی من اینو مفید برای هر راند میذارم چون هر راند به کار میاد، ولی فیلم سوپر نیست، فیلم سوپر اصلا نیست. خب بلیتز شیلد یه سری نقص ها داره، چرا من مانتج توی فیلم سوپر قرار میدم ولی بلیتز رو نمیخوام توی فیلم سوپر قرار بدم؟ مادر اینکه بلیتز فول شیلد نداره، وقتی میدوه پاش معلومه، درسته مانتج هم میدوه پاش معلومه، ولی مانتج میدونه فول شیلد کنه به سمت یارو پوش بده و هر وقت دوست داشت شیلدشو باز کنه، از این لحاظا خیلی بهتره. فلش داره بلیتز، این یک نکته مثبته، ولی در مقابل با مانتی واقعا به نظر من هیچی نیست. مفید برای کار تیمی، مفید برای هر راند هم نیست، به نظر من مفید برای کار تیمیه، چرا که مثلا اگه همه لاین بیارن، داکابی بیارن و بخوان کمکتون کنن، خیلی به نظر من مفید میتونه باشه. اپراتور بعدی اپراتور آی کیو بنده خدا خیلی اذیتش کردم، و از اونجا که خیلی کم برش میداشتن یکم بافش کردن این داستانا، گرنیدم بهش دادن، ولی خب از اونجا گرنید رو آف کردن نمیتونی دیگه آپشنی واسه یه اپراتور قرار بدی. مفید برای کار تیمیه به نظر من، که مثلا اگه قرار گجتی ترکونده بشه یا اگه قرار پالسی دارن پالس از زیر زده بشه یا هر چیز دیگه، بیشتر اینفو برای هم تیمیه و مفید برای کار تیمی میذارم من. اپراتورهای آلمانی همه رفتن توی کار تیمی. باک با اپراتوریه که فوق العاده فایر رید گانش بالا، شاتگانش به کار میاد در فواصل نزدیک، ایکاگ هم که برگشته دیگه نگم براتون، این گرنید داشت، گرنیدش ازش گرفتن، ولی خب میگم گرنید زیاد تاثیر خاصی نداره.
باکو من در زمره باکو بخوام قرار بدیم میفیم سوپر که خوب نیست، خب مفید برای هر راند میشه گفت هست، مفید برای کار تیم. این کاری که باک انجام میده اسلج هم انجام میده، دقیقا مثل ترمایت و مثل هیبانه. اسلج مثل ترمایته، باید از نزدیک بکاری، دستیه کاری که انجام میده، نمیتونی دور این کار انجام بده، ولی باک میتونی از دور این کار انجام بده. فایر دیگانش خیلی باله، فلش بنگ داره و من اینو برای مفید برای هر راند میذارم. همه جا به کار میاد باک، واقعا همه جا به کار میاد. استج هم میشد تو این نکته قرار، تو این ردیف قرار بدی، ولی خب حیف دیگه، حیف. میام توی بخش بعدی به نام بلک برد. بلک برد شیلد قوی داره، گانش فوق العاده دمیج بالایی میده، مثلا اگر تکتیرش استفاده کنید. برای هر راند خوب نیست، میشه گفت برای هر راندم خوبه، آره برای هر راندم میشه گفت خوبه. نیاز به همکاری و تیم کار تیمی نداره، واقعا نیاز به کار تیمی نداره، یه اپراتور تک رو که شیلم جلوشو میزنه میگاد، مفید برای هر راند. کاپیتاو خیلی مهمه. کاپیتاو آتیشی که کاپیتاو پرد میکنه یک چند ثانیه طول میکشه که گانشو در بیاره شروع کنه به شلیک کردن، و این چند ثانیه که طول میکشه خودش باعث میشه که زمان زیادی گرفته بشه و نیاز داره به کمک هم تیمی ها. مثلا مثال براتون میزنم، توی کلاب هاوس اگه شما بخواد به گاراژ پوش بدید کتاکو گرفتن، شما اگه یه کاپیتاو بیارید به دوستتون بگید که زمان تیم من شلیک آتیشو میزنم تو شروع کن به پری فایر دادن، به راحتی میتونید گاراژو بگیرید و نیاز به همکاری تیمی داره. هیبانا بی برو برگرد بدون سوال، مفید برای هر راند. شما چون از هر فاصله ای بخواید به هر تعدادی که دوست داشته باشید میتونید این پالتا رو پرت کنید و دیواری یا هر چی که هستش رو باز کنید، حتی گجت هم میتونید بتره کنید. پس من میذارم توی مفید برای هر راند. اپراتور بعدی اپراتور جکال هستش و دیگه جکال هم نیازی به توضیح فکر نمی کنم باشه دیگه. فیلم سوپر هر راند بنه. شما اگه رد پای یه رومه رو بگیرید دیگه کار اون بشر تمومه، فینیشت. پس میذاریم توی فیلم سوپر. اینا که توی فیلم سوپر میذاریم قطعا مطمئن باشید که یه روزی نرف میشن، شک نکنید. یینگ، اپراتور یینگ بذارید نه همین الان یینگ رو بررسی کنم. اپراتور یینگ اپراتوریه که میشه گفت کندلاش فوق‌العاده سوپره و مفید برای هر راند به نظر من نمیتونه باشه، چون اگه یه دونه واردن بیارن رسما گوز میشه. پس نه توی فیلم سوپر قرار میدم، نه توی مفید برای هر راند قرار میدم، مفید برای کار تیمی قرار میدم، چون یه سری جا فست بلنته، یه سری جا با تیم میخوایم پوش بدین، حواس پرتی ایجاد کنه گجتش، در نتیجه اینگو میذارم توی مفید برای کار تیمی. زوفیا هم اپراتوریه که مثل باک و مثل اش قابلیتی داره که از دور میتونه موانع و اثر راش برداره و گانش خیلی عالیه، اکرام گرفته. من مفید برای هر ران میذارم، واقعا اپراتور خوبیه. کانکاشنش هم که میتونه گیج کنه خیلی خوبه. دوست دارم مفید برای کار تیمی بذارم، میشه مفید برای کار تیمی هم گذاشت بخاطر کانکاشنش، ولی خب مفید برای کار تیمی نه، هر ران میذارم. آره این هر ران میذارم. دوکابی اپراتوری که تلفن رو زنگ میزنه، تلفن رو جیب دو زنگ میخوره، باعث میشه که جاتون لو بره و وقتی که جاتون لو بره یه جایی برای فرار ندارید، رسما بی پناه میشید و دوربینا رو هک میکنه. فولاد سوپر به نظر من، برای من اینو در زمره فیلم سوپر قرار میدم. لاین بنده خدا باز نرفایی که شد خیلی زن دو سرش، نیاز به همکاری تیمی داره واقعا، چون تکی به هیچ درد نمیخوره، به درد میخوره ولی خب تو همکاری تیمی خیلی بیشتر به کار میاد، بخاطر اینکه وقتی شما لاین گجت رو بزنید و تیم حریف اصلا حرکت نکنه، خب ولی آخه خط داشته باشه اصلا به درد نمیخوره. شما باید با تیم ایده تو همراهی و همکاری کنید و باشون حرف بزنید که وقتی این گجت رو زدید مثلا یه کار خاصی انجام بدید، برید فست بلند یا مثلا از جای خاصی پوش بدید، پنجره رو بشکنید که وقتی اون فریز هستن و واسدن بزنید بکشیدشون. اپراتور فینکا ستیرش خیلی خوب شده، ریکولش فورد عالی شده و از اونجایی که به تمام هم تیمیا هیل میده
میتونم بگم که مفید برای کار تیمی میتونم قرار بدم، واقعا مفید برای کار تیمی، مفید برای هر راندم میتونه باشه واقعا، ولی من چون اکثرا هیلش استفاده میشه مفید برای کار تیمی میذارم. میدونم تو راقه مفرک قطعا مفرک سیمون فیلم سوپر نیست و مفید برای هر راند هم اونجوری که باید شاید نمیتونه باشه، چون ممکنه که اصلا جایی باشن که ابجکتیوشون اصلا نیازی نباشه، جایی باشه، دیواری باشه یا چیزی باشه، در نتیجه میذارم مفید برای کار تیمی، چون نیاز داره که مفرک وقتی میاد کنارش ترمایت باشه، کنارش مثلا ایسی باشه که برقی از اون ببرن، بالاخره این سوراخی که میزنه گلزی کنارش باشه استفاده کنه، باید یکی کنار مبرک باشه و استفاده کنم، یعنی تنهایی واقعا نمیتونه کاری کنه. اپراتور نومت قطعا فیلم سوپر نیست، چون به راحتی گجت های زده میشه، مفید برای هر راند هم میشه گفت هست، ولی بیشتر برای کار تیمی به کار میاد، چون قرار فلنک بگیره و وقتی که نومت باشه خیالتون از اطرافتون راحته، با این که اگه جای درست زده نشه راحت میخوره، ولی خب من میذارمش توی مفید برای کار تیمی. اپراتور بعدی گریدلاک هستش. گریدلاک هم دقیقاً مثل نومد نیاز داره که، یعنی فلنگیره دیگه، نیاز داره که هم تیمی‌ها یه جورایی ساپورتش کنن. برای کار تیمی مفیده. آره من می‌ذارم برای کار تیمی. واقعاً گریدلاک برای کار تیمی مفیده. دقیقاً مثل کاری که نومد انجام میده، فلنگا رو می‌بنده و این داستانا. اپراتور نوک یا همون ناک. اپراتور ناک یه اپراتور فوق العاده بی سر و صدا است که جدیداً بی سر و صدا تر شده با باگایی که بازی داره، قطعا تو فیلم سوپر قرار نمیگیره چون خیلی معمولی گجتش. مفید برای هر راند میتونیم بگیم هست، مفید برای کار تیمی اصلا نیست، نیاز به همکاری تیمی نداره، ولی من میذارم مفید برای هر راند، چون هر راند شما میتونید با اسنیکی بودن و قایم موشک بازی بودن، قایم موشک بازی کردن پوش بدید به انمی و کونشون بذارید. اپراتور بعدی آمارو، نیاز به همکاری تیمی یا مفید برای کار تیمی. مفید برای هر رانگ که به نظر من نمیتونه باشه، چون همه جا که نمیتونین راش بدید. فیلم سوپر هم که نیست. مفید برای کار تیمی نیست. مفید نیاز به همکاری تیمی هم اونجوری که بخواید بگید نداره. به نظر من آمارو یا اپراتور خیلی معمولیه که باید یه نگاهی بهش بندازن، چون خب شیعه میذاریم میره توی پنجره همین. حالا اگه اون پنجره شانسیه دیگه، میدونید اپراتوری که رو شانس باشه به نظر من خیلی معمولیه، بعد یه نگاهی خاصی بهش بندازن. اپراتور بعدی اپراتور کالی. اپراتور کالی فیلم سوپر میتونم بذارمش و خیلی قویه، با یه شات طرفو میندازه، مفید برای کار تیمی قطعا هست، نیاز به همکاری تیمی اونجوری که بخواد نداره، بس این دوتا رو هضم میکنه، از مفید برای کار تیم به بالا، مفید برای هر راند یا فیلم سوپر. چون من دارم نظر شخصی مون میگم، به نظر من کالی فیلم سوپره که اگر طرف ایمش خوب باشه میتونه طرفو بهتر کنه. میریم سراغ اپراتور بعدی یانا. قطعا فیلم سوپر نیست، چون گجتش به راحتی زده میشه، اینفوی هم که میگیره اینفوی موقته، مفید برای هر راند میتونه باشه، مفید برای کار تیمی اکثرا به نظر من، چون اینتلی که میده خیلی مهمه و به نظرم مفید برای کار تیمی میذارمش. خب میدیم سراغ بعدی ایس. داداشم ایس. ایس مفید برای هر راند، مفید برای کار تیمی، مفید برای هر راند چیز خوبیه برای ایس، چون فایر ریتش هم بالاست، من میذارمش مفید برای هر راند ایسو، واقعا حیفه که نباشه. زیرو از اونجایی که اینتل میده به هم تیمیا فیلم سوپر نیست، مفید برای هر راند نیست، مفید برای کار تیمی، نیاز به همکاری تیمی، به نظر من مفید برای کار تیمیه. اپراتور فلورس فیلم سوپر قطعا نیست، چون دروناش به راحتی زده میشه و یه تخریب خیلی جزئی ایجاد میکنه در همون سطحی که خودش میتونه ایجاد کنه، مفید برای کار تیمی اکثرا به نظر من، چون مثلا شما به فلورس میگی یه چیزی اینجاست بیا بهتر کن، نیاز همکاری تیمی نداره کسی با کمکش کنه، به نظر من کمک تیم میتاش میده، پس میذاریم توی مفید برای کار تیمی.
اپراتور بعدی سنسه. سنس واقعا یه اپراتوری که میشه برای کار تیمی استفاده کرد، ولی واقعا معمولیه. یعنی اصلا جدیدش یه اسکی از یکی از اپراتورهای هیروهای ولورانته و به نظر من خیلی معمولی قرار میگیره. اصلا اگه یه وارد داشته باشن که کلا اصلا سنس آوردن از این مزخرفه به نظر من. اوسا اپراتوری که فیلم سوپر نیست، چون شیلش به راحتی با این پک میشکنه. مفید برای هر راند، دوست دارم بذارم مفید برای هر راند، مفید برای کار تیمی، نیاز به همکاری تیمی. من اوسا رو میذارم رو نیاز به همکاری تیمی به خاطر اینکه اون شیلدی که میکاره به تنهایی شاید به یه جا رو خط داشته باشه، ولی اگه تیم میت کمکش ندن خب خط گرفتن یه جا به چه کارش میاد. میذارم توی نیاز به همکاری تیمی. گریم فیلم سوپر نیست، بعد از ریورکی که شده و لایو اسپاتی که میکنه با زنبورایی که داره، مفید برای هر راند نه نمیتونه باشه، بیشتر مفید برای کار تیمیه یا نیاز به همکاری تیمی داره. به نظر من نیاز به همکاری تیمی میشه گفت داره. آره نیاز به همکاری تیمی داره، چون اگه یکی اسپات بشه سریع یارا باید بودن تیم میتا بزننش طرفو. سه تا اپراتور دیگه میمونه، ریکروت هم من خودم اضافه کردم. براوا مفید برای هر راند نمیشه گفت، پس دقیقا مثل تویچه، مفید برای کار تیمیه و نیاز به همکاری تیمی هم نه، مفید برای کار تیمی. براوا رو میذارم مفید برای کار تیمی که با درونش میره داخل سایت و گجدار رو هک میکنه و خلاص، میتونه ازش استفاده کنه. یعنی اگه مثلا ماسترو داشته باشن یا مثلا اگه کپکان داشته باشن فوق العاده براوا به کار میاد، ولی واسه هر راند اصلا خوب نیست به نظر من. دیموس اپراتوریه که فیلم سوپره، رسما یارو رو لایو اسپات میکنه، میدوه دنبالش کل مپ و طرف جیغ میزنه دیگه. اگر طرف باهوش باشه میتونه دیموس رو خونسا کنه، ولی دیموس به تنهایی میتونه یه تیم رو فلج کنه اگر طرف خوب و درست بتونه ازش بازی بگیره. مفید برای هران یه قطعا است. ریکروت میمونه که به نظر من مفید برای کار تیمی نداره، نیاز به همکاری تیمی نداره، یا اپراتور خیلی معمولا گجت نداره دیگه، گانه فقط. از یه لحاظ من میذارم برای مفید برای کار تیمی، نه میذارم مفید برای هر راند. چرا؟ چون از اونجا که گجت نداره به جای گجت یا فلش بنگ داره همراه با گرنید یا اسموک داره، یعنی دو تا گجت پرتابی داره و این خیلی میتونه ریکورد جذاب کنه. حالا قرار ریورک میشن بدن که اگه ریورک دادن توی سیزن بعدی حتما دوباره تیر لیست رو عوض میکنم، با توجه به تغییراتی که دادن دوباره تیر لیست رو عوض میکنم و امیدوارم که لذت برده باشید تا اینجای کار. اپراتور آخر که رم هست داشت یادم میرفت، رم رو توی فیلم سوپر قطعا قرار نمیدم، توی مفید برای هر ران قطعا قرار نمیدم، ولی مفید برای کار تیمی قرار میدم، چون یه سری جاها هستش، یه سری ابجکتیوا هستش که شما نیاز دارین که ورتیکال کنید و با گجت رم میتونید قشنگ حماسه بیافرینید اون وسط و بسیار مفید هستش. دوستتون دارم، جاتون اینجاست، حتما چنل سابسکرایب بکنید، منو دوستتون معرفی بکنید. ویدیو بعدی ویدیو دیفندرها هستش، تیر لیست دیفندرها با توضیحاتی که میدم، امیدوارم دوست داشته باشید. شما هم نظرتون رو بنویسید، ببینید که شاید بالاخره نظرات شما با نظرات من متفاوت باشه، ببینید که کدوم اپراتور تو کدوم تیر میشد که قرار بگیره و امیدوارم که از اپراتوری گذاشتم حتما استفاده رو ببرید، مخصوصا اون 6 تای اول که اگه یاد بگیرید باشون بازی کنید مغزتون واقعا منفجر میشه. عشقید، دوستتون دارم، تا درود دیگر، بدرود.